نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز جمعه 14 ذی‌الحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با خطبه قدیر فرمودند: از آنجا که ظواهر حجت است، حتی اگر رسول اکرم در خطبه خود از کلمه هازا هم استفاده نکرده باشند، چون دست امیرالمؤمنین را گرفته و بلند کردند، این قرینه واضحی است که دلالت بر اشاره آن حضرت به امیرالمؤمنین دارد. معظم الله با اشاره به اینکه خطبه قدیر به دو صورت نقل شده فرمودند: نقل اول خطبه قدیر به صورت مفصل و نقل دوم به صورت مختصر بیان شده است و از آنجا که دلیلی وجود ندارد که حضرت رسول خطبه خوانده باشند، حمل بر این می شود که خطبه دوم خلاصه خطبه اول که در آن از کلمه هازا استفاده نشده است. و ایشان در ادامه تاکید فرمودند: وقتی یک لفظ دارای معانی متعددی است، اگر مشترک معنوی است، معنای ظاهری آن مراد است و آن معنا حجت است. اما اگر مشترک لفظی هم باشد، باز هم اگر کلمه ولایت و ولی دارای چند معنا باشد، باز هم معنای ظاهری آن ملاک و منظور است، یعنی کاشف از معنای سخن متکلم ظاهر می شود که در اینجا بدون تردید مراد از ولی همان تداوم ولایت رسول خدا و به معنای ریاست است. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. من گاهی عرض کردم تو رجال مکرر این آمده که رجالیون ذکر کردن. من عرض کردم که اگر کسی توی اینجا قوم بگه آقای بروجردی فلان فرمایش رو فرمودن، با اینکه آقای بروجردی هزارها هست، هزارها هستن، شیخ، سید، غیر، چرا منصرف میشه به این آقای بروجردی، حاج حسین طباطبایی بروجردی معروف احمدی؟ واسه اینکه این ظهور داره، ظواهر حجت، وقت ولایت هم ظاهرش تولیه، اونم خصوصا در همون خطبه مختصر که علامه امینی رضوان الله علیه نقل فرمودن، در همونم کنار سیاق، کنار اینکه فرمودن من کنتو ولیهو، که همون جا تو ذهنم هست، وقت ولایت حضرت پیغمبر ولایت به معنای ریاست دین و دنیاست، وقت اون قرینه میشه. و اگر این ظهور رو نگیم، یه جواب دویمه، قرینه میشه برای اینکه این ولایت یعنی همون ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله.